من سپاسگزارم. و اما در برنامه امشب، ظرف کمتر از یک ماه جوانان پرشور و مصمم تونس و مصر با سازماندهی توده‌های مردم در یک اعتراض سیلاسا دو دولت رو جارو کردند و به زبالدان تاریخی فرستادند. در همین ارتباط با هیوا یوسفی از جوانان فعال در عرصه اجتماعی و سیاسی گفتگوی دارم. فکر میکنم خطم وصل هستش. برای با سلام به شما آقای هیوا یوسفی، خوش آمدید به برنامه رهایی زن. سلام به مینو امتی و تلویزیون رهایی زن و تشکر از ترتیب دادن این مصاحبه. هیوا یوسفی، حتما وقایع و رویدادهای تونس و مصر رو تا به اینجا دنبال کردید. با توجه به نقش جوانان همسن شما در شکلگیری و ادامه این حرکات تا عقب نشینی طبقات حاکمه و انجام و به انجامیدن سقوط دولت، ارزیابی شما از تمامی این وقایع و رویدادها تا به اکنون چی هستش؟ بفرمایید. همونطوری که گفتین، تو ظرف کمتر از یه ماه دو تا از مسنترین دیکتاتور شمال افریقا تو تونس و مصر توسط نسل جوان و ملت بساطشون برچیده شد و فراری داده شدن، که قبل هر چیزی یه شور و هیجان خاصی رو به هر ناظر نو دوستی که زندگیتون کشور رو و خفقانتون کشور رو میبینه بلافاصله میده و این امید رو دوباره زنده میکنه که هنوز هم انسانای زنده میتونن تاریخ رو بسازن، میتونن در مقابل کثیف‌ترین و منحوس‌ترین دیکتاتورای دنیا بایستن و فراریشون بدن و اراده خلق بالاتر از قدرت چکمه ها و اسلحه های ارتش های این دیکتاتورا نشون بدن و به معرض نمایش بسنن. هیوا یوسفی، به نظر شما تأثیر این روش مبارزاتی بر جوانان در ایران چگونه خواهد بود و اینکه کلن آیا حرکت اعتراضی جوانان میتونه یک چارچوب تنگ چانه‌زنی جناح‌های رژیم رو بشکنه و مانند جوانان مصر به صورت مستقل عمل بکنه؟ برای جواب دادن این سوال باید قبل هر چیزی خود این تحولات رو و نقشش رو تو خاورمیانه و دنیا یه بار نگاه بکنیم و ایران هم که یکی قطعا به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه از این تأثیر بی نصیب نبوده، به عنوان یه چیز جدا که نقطه فوکوس فعالیت سیاسی ما هست مورد بحث قرار بدیم. مرحله اولش و بخش اول صحبت برمیگرده به تأثیر فوق‌العاده مهمی که این بقایه تو مصر و تونس رو دنیای حاضر و رو خاورمیانه به شکل عکس داشته باشه. همونطور که خودتون میدونین، بعد 11 سپتامبر و بعد حمله آمریکا به افغانستان و عراق، کشور دیکتاتورای منطقه و مردم این کشورها که تحت این دیکتاتوریا داشتن زندگی میکردن و توی شرایط کثیف و خفقان مطلق به سر میبردن، تمام امیدشون برگشته بود به دیدن آمریکا و آمریکا رو به عنوان ناجی بشر که با کشتی دموکراسیش میاد و فتح میکنه این سرزمین ها رو و دیکتاتوری رو برمیداره و دموکراسی رو حاکم میکنه نگاه میکردن و این اراده خلق رو تا حد زیادی پایین آورده بود و قدرت مردم رو به نوعی پنهان کرده بود. ولی بعد اینکه آمریکا، همین کشتی دموکراسی آمریکا تو عراق به گل نشست و کلن روی کرده افکار عمومی تو دنیا نسبت به جنگ و نسبت به عظمت طلبی و خود جاندارم خود گماردگی آمریکا برگشت،
کماکان این تأثیر، این یه ناامیدی، یه ناامیدی و یأسی جای اون امید به آمریکا رو تو ملت‌های تحت این دیکتاتوریا گرفت و این دیکتاتوریا تونستن خودشون تثبیت شده تر و قوی تر ببینن به این عنوان که آره تنها جریانی که میتونست ملت شما رو امیدوار کنه که ما رو بردنن خودش گیر کرده و الان ما قوی تر حکومتمون رو ادامه میدیم و شروع کردن به قلقم و قتل عام انواع اقسام فعالین سیاسی و اجتماعی هر چهره ای که به نحوی سخنی از آزادی و از برابری و از رفاهیات و دموکراسی تو این کشور ها میزد. خوشبختانه این وقایع تونست این پرده رو پس بزنه، تونست این دوره رو پشت سر بذاره و یه بار دیگه امید بشر رو به اراده عمومی و به اراده خلق برگردونه و تکیگاه نشون و دوباره نشون داد که مهمترین و با ارزشترین تکیگاه بشر برای تغییر وضعیت زندگیش همون اراده عمومیه و اراده توده است که میتونه به مانند مصر و تونس ظرف یک ماه قدر قدرت مثل بن علی و مبارک رو آوت کنه از صحنه سیاسی و فراری بده. این مسئله تو ایران هم مشخصا تاثیر خواهد داشت قطعا، همونطور که تو تمام دیکتاتورهای منطقه تاثیر گذاشته، از شیخ کویت گرفته که نقدن داره باج میده به ملت تا ایرانی که تو فاصله یه ماه 100 نفر حدودا 100 نفر رو اعدام کرده بود، یهو اعدامش بند میشه، اعدام نمیکنه، سرکوبش رو پایین میاره، یه وعده شروع میکنه به وعده بعید دادن، تا الهام علیوف مافیای آذربایجانی که بعد پدر بر مسند قدرت نشست و حکومت مافیایی که از کوچکترین فرصتی برای چپاول کردن و غارت مال مردم تو آذربایجان استفاده میکرد شروع میکنه به دادن پول نقد، باج دادن به ملت، یعنی میترسونه اینا رو و مردم رو آگاه میکنه که میتونیم. این مسئله رو ایران هم با توجه به جنب و جوشی که پدید اومده بود، با توجه به این دوره اختناقی که از سر گذرونده بود و با توجه به ناامیدی که به جنبش سبز که از جنبش سبز تو ایران حاکم شده بود تونست تأثیر بذاره و جریانه ای رو به تکاپو بندازه برای اینکه از این تأثیر گذاری استفاده کنه. و تن اولین جریانی که از این تأثیر گذاری استفاده کرد همین جنبش سبز بود که تونست با فراخوان خودش چند روز پیش مردم رو بیاره تو خیابون. مردم این بار اگرچه شعارهای متفاوتی دادن، متفاوت تری از شلوغی 88 و تظاهرات 88 دادن و مستقیم حکومت رو نشانه رفتن با شعارهای مبارک بن علی، نوبت سید علی و از این تیم مرگ بر دیکتاتور، این دفعه حکومت رو مورد هدف مستقیما سیبل قرار دادن و ریختن تو خیابونا که قطعا با سرکوب گسترده رژیم روبرو شدن و میشن. و الان تا الان که خبرهایی که از اینه که دستگیری ها کماکان ادامه داره، نیروی نظامی ریختن تو دانشگاه ها، تو خیابون ها، تو شهر ها و خونه به خونه مردم رو میگردن و چه میدونه از رو پلاک های ماشین مردم آدرس هاشون رو پیدا میکنن، میرن دستگیرشون میکنن. این که این مسئله به کجا میکشه، به کجا ختم میشه، بسته به ابتکاری داره که جوان ها تو ایران میتونن داشته باشن. مثلا جوان ها میتونن مثل همین جنبش شابریل مصر خودشون رو سازمان بدن، بتونن زیر پیشنهاد ما مشخصا اینه که بتونن جوان ها متعذب بشن، سریعا بیان خودشون رو سازمان بدن. ولی این چقدر مقدور یا مقدور نیست، چقدر صدای ما میتونه به گوش مردم برزه تو این خفقان موجود، تو این سرکوبا و تو این بایکوت خبری که میشه و تو این سانسوری که میشه تو ایران و سیستمایی که جمهوری اسلامی کار انداخته برای اینکه هیچ اخباری از بیرون به داخل و از داخل به بیرون مخابره پیدا نکنه، چقدر این کار مقبوله نمیدونم. اما خود جوانایی که تو ایران زندگی میکنن میتونن ابتکار عمل رو به دست بگیرن، میتونن سازمان انقلابی تشکیل بدن، میتونن از محلاتشون شروع کنن و یواش یواش راه بیفتن خودشون رو سازمان بدن.
مثلا میتونه سازمان جوانان انقلابی شکل بگیره که مشخصا هدفش این دفعه دور زدن، پشت سر گذاشتن توهم سبز و جنبش سبز و موسوی و بخشی از جمهوری اسلامی باشه که اونان هم بذاره کنار، پشت سر بذاره و مستقیما کلیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. این هم چقدر مقدور یا مقدور نیست، باز هم بسته به همین ابتکارهایی داره که نسل جوان به مانند چیزی که تو تونس و مصر رخ داد بتونن خودشون سازمان بدن و این حرکت ها رو جلو ببرن. هیبا یوسفی، پس شما به این حرکت مبارزاتی مستقل جوانان مبنی بر این که باعث شد که به حساب عقب نشینی بکنه طبقه حاکمه و سقوط دولت سهه میذارید، اگه درست متوجه شده باشم؟ آره، دقیقا دقیقا چیزی که بود، چیزی که تو تونس و مصر شکل گرفت یه جنبش مستقلی بود، یه جنبش مستقلی که مستقیما دیکتاتوریا رو، دولت رو هدف قرار داده بود و قدرت رو دگرگون کرد. حالا تو مصر هنوز قضیه ادامه داره، هنوز تموم نشده داستان. و این که رو به کجا میره به نظر من قابل قیاس نیست دیگه با ایران. این که مثلا بعد تونس الان چه اتفاقی افتاده، مردم بن علی رو فراری دادن، تو مصر مبارک فراری داده شد، چه اتفاقی قرار بیفته و چه دولتی قرار بیاد سر کار، این دیگه بسته بازم بستگی داره به برد آلترناتیو کسی که تو اون جامعه موجوده. ولی تو ایران با توجه به تاریخ و سابقه که داره جنبش چپ میتونن شکل بگیرن، جنبش چپ میتونن خودشون رو سازمان بدن و مشخصا شعارشون سرنگونی کل جمهوری اسلامی باشه، نه اینکه قدرت رو از بخش جمهوری اسلامی بگیرن و تقریب بدن به دست بخش دیگه جمهوری اسلامی، که خب فکر کنم خود نماینده خود رهبره جنبش سبز هم آقایان موسوی و کروبی متوجه این امر شدن این دفعه که شعار مردم متفاوته و نمیتونن به سادگی هر وقت دلشون خواست مردم رو بیان تو خیابون و هر وقت احساس خطری کردن و زنگ خطری زده شد توسط مردم بفرستنشون خونه و خودشون بر این امر واقفن که اومدن مردم این دفعه به خیابونا اگه بتونه با همین شعاری که داده شده ادامه پیدا کنه، شعار یا حسین میر حسین و این تیپ شعارها رو که خیلی خیلی کوچیکه و خیلی برای جنبه برای مردم تو ایران دیگه خیلی تکراری شده، از خاتمیش بگیره تا معینش تا حالا موسویش دیگه خیلی تکراری شده، اینا رو به متوجه هستن که مردمی که میان تو خیابون با شعارهایی که میدن بتونن پا بگیرن، بتونن خودشون رو سازمان بدن، دیگه حساب اینا با کل جمهوری اسلامی ساخته است دیگه، اینا نمیتونن چونه بزنن با جمهوری اسلامی که ما مردم میفرستیم خونه، شما بیا بخشی از قدرت رو به ما، یا نمیدونم احمدی نژاد فرار کنه یا تسلیم مردم بشه یا چه میدونم از قدرت استعفا بده و اینا برن سر کار. قطعا این گونه نخواهد شد. اوضاع ایران با مصر و تونس خیلی متفاوت خواهد بود اگه بتونه چنین اتفاقی بیفته و اگه جوونا بتونن خودشونو سازمان بدن و مستقیما رژیم و هدف قرار بدن و تظاهراتشون اینجوری جلو ببرن. خب این که این چقدر ممکنه یا ممکن نیست راستش نمیدونم، من نمیتونم بگم که همین فرد جوان میتونن این کارو بکنن یا خواهند کرد یا نه نمیکنن، ولی به نظر من در هر زمانی از نظر ماها خصوصا ما کمونیستا مشخصا در هر زمانی در هر جایی که ملت بتونن خودشونو علیه دیکتاتوریای حاکم یا علیه وضع موجود سازمان بدن و کوچکترین حرکتی برای پایگیری عدالت اجتماعی داشته باشن مثبت خواهد بود و این ممکنه کماکان. اینکه تو ایران این اتفاق رخ خواهد داد یا رخ نخواهد داد این یه مسئله دیگه است که خیلی مشخص نیست با توجه به اوضاع گنگ کنونی. با سپاس از شما هیوا یوسفی، اجازه بدید با هم دیگه بریم یک تراکت و خبری رو ببینیم، برمیگردیم برنامه رو با شما ادامه میدیم، با ما باشید.